اوضاعات بسیار ایران کننده بود و هیچ کس باورش نمیشد که افغانستان یعنی بار دیگر به دست طالبا بیفته. افغانستان که زنان از یک طرف، جوانان از یک طرف، اطفال از یک طرف تلاش خود را بر بازسازی و شکوفایی امی ملت کرده بودند و میکردند، یا هم افغانستان که کم کم معادنش، کم کم صنعتش، کم کم زراعتش و کم کم آنچه که در افغانستان بود در حال انکشاف و در حال وارد کردن و صادر کردن و در حال امضا کردن قراردادهای وسیع اقتصادی بود، یا هم افتخارات در سطح دنیا جوانا داشت، از همی افغانستان هیچ کس باورش نمیشد که افغانستان روز به یاسانی سقوط بکنه، چون ما مردم باور داشتیم که بدبختانه باور بسیار پوچی بود بر ما که امی بادارا و کلار و رؤسا وزیرا والیا داد می زدن که ما سر میتیم و سنگر نی، اما با بسیار راسانی ای بیناموسا سنگر دادن و سر نی. در امی فرصت اول اینا فرار کردن تا طالبا یا گروه امارت در افغانستان بیای حاکمیت بکنه. خب ما چگونه انتظار داشته باشیم وقتی که در کشور رؤسایش، حاکمینش فرار بکنه و کشور خوبی صاحب میمانه؟ هر کس با او کشور دستندوزی میکنه، چه طالب، چه داعش و چه گروه دیگه که همه قسم هم شد. بدبختانه روز سقوط کابل و مزار شریف افغانستان یادم است، روز بسیار وحشتناکه که اطفال از ترس طالب که برشان گفته شده بود در پشت مادران خود پنهان بودن، یا دختران جوان و نوجوان از ترس اشک در چشمانشان و اندوه بسیار وسیع در چهرهشان معلوم می شد، یا مادران ما که در یک حیرت زدگی که عاقبت و آینده اولادای ما چی میشه دیده می شد در چهره هایشان، یا پدران با بسیار مایوسانه نگاه می کردند و با بسیار آلت بیچارگی هیچ کار از دستشان نمی آمد جز صبر و دعا. دقیق یادم است دوستای بسیار نزدیکیم برام تماس می گرفتن که آمنه جان از این موقعیت، از موقعیت خانه بیرون برای، چون پیش از سقوط افغانستان یا پیش از همین حالت ما چندین بار از طرف گروه های مختلف مورد تهدید قرار گرفتم که ما باید این فعالیت هایی که میکنم انجام نتم و باید ما در رسانه نباشم، باید فعالیت های سیاسی ما توقف بدم، مورد تهدید قرار گرفته بودم. با می دلیل دوستا و عزیزایی که از این مسئله با خبر بودن نگران جان ما بودن. بالاخره ما در خانه خود ماندم، گفتم خانه ما است، وطن ما است، خب حداقل اگر مرد ما مرگ با عزت نصیب ما شوه. بالاخره افغانستان سقوط کرد، شهر آرام شد، دروازه ها بسته شد، چراغ های خانه ها خاموش بود، در سیاهی و تیرگی شب ما یک گروه روشن را در خانه ها نمی دیدیم، چون همه در سوق بودن که آینده و فردا روز چی میشه. بالاخره افغانستان سقوط کرد. خبر خوشه که در امی بدبختی و سیاهی تیرگی روزگار بر من رسید، خیلی از دوستایم از افغانستان بیرون شدن و ما بسیار خوشحال شدم که جان از اینا حداقل سیف هستن. و از طرف فامیل بر ما گفته شد که چون نگران جانم بودند، با خودم همچنین در یک حیرت زدگی قرار داشتم. بالاخره ما تصمیم گرفتم که در امی شرایط و اوضاع روزگار امارت با برادرکم در کابل سفر بکنم و چند روز موجه ماندم تا ای که ویزه ایران را بگیرم و بعدش ما وارد کشور دوم شدم. بالاخره موفق شدم که ویزه رو بگیرم. با بسیار سختی ها، با بسیار نگرانی ها، یگانه سختی و نگرانی را بر ما چی بود؟ یکی اسنادای که ما با خود دارم، آیا ما درست و سلامت به کشور دوم میرسم یا هم متوجه میشن و اسنادایم را با ما را مشناسن. خب
بالاخره دقیق 11 یا 12 روز بعد از سقوط افغانستان من از افغانستان خارج شدم، از دیار خود خارج شدم، از دیاری که من سالها در اوج زندگی کردم و تماما اهداف و آرزوهایم پلانهایم در اموجا واقع ماند. ما با کشور دوم به قصد برگشت دوباره به وطن رفتم، با یکی وطن آرام شوه و ما دوباره به وطن برگردم. اما هر روز بیشتر از روز دیگر وحشت اضافه پیدا کرد. همکارای ما کشته شد، زنان در بند قرار گرفت، زنان را مورد لتکو قرار دادن، مورد شکنجه قرار دادن و ما مجبور شدم که در این آن باقی بانم. بیشتر از یک ماه ما در ایران باقی ماندم و سفارتخانه هایی را ما پشت درهای سفارتخانه ها رفتم، سفارتخانه هایی را درخواست دادم که خب من خبرنگار هستم، شمایی که در رسانه ها داد میزنین میگین که ما افراد آسیب پذیر را میپذیریم، خب من خبرنگارم بودیم، فعال سیاسی بودیم، پس بیاین مرا بپذیرین. بالاخره موفق نشدم، من روزگار بسیار بدی را در ایران دیدم و خوشبختانه از طریق یکی از شوراهای جهانی من موفق شدم که از ایران، از کشور دوم برایم و سفر داشته باشم و این سفرم هم قصهش بسیار طولانی و تلخ است که من در کتابم خواهی نوشت و دوستان به دوستان به سم دوستان انشالله میرسانم. و من فعلا آلمان هستم، در آلمان زندگی میکنم، مدت چند ماه میشه که اقامت 3 ساله آلمان را به ما دادند و همچنین مصروف یادگیری زبان هستم تا ای که من به جامعه و فرهنگ دولت آلمان مدغم شوم. و همچنین شما از شرایط پرسیدین، در حقیقت ما باید قبول بکنیم که وقتی که ما از یک کشور به کشور دیگه میریم در یک شرایط خوب قرار نمیگیریم. چرا؟ چون فرهنگ ها فرق میکنه، فرهنگ ها فرق میکنه، طرز لباس، طرز تفکر، زندگی، همه چیز، زمین و آسمان فرق میکنه. و بر ما و در نخست بله ما در ماهای که تازه آمده بودم در یک شرایط بسیار دشوار قرار داشتم که فعلا هم در شرایط بسیار عالی نمیگم قرار دارم، اما تلاش بری میکنم که خود را در یک شرایط عالی برسانم، خود را در یک شرایط و امکانات درست برسانم که لیاقتش را دارم و لایقش هستم. و در رابطه با سوال آخری شما که یک سال از سقوط افغانستان گذشت، بله دقیق کمتر زیادتر از یک سال از سقوط افغانستان، از ویرانی معنوی افغانستان گذشت. افغانستان به هیچ کجایی نرسید، جمع از جوانان، روشنفکرا، اساتید، تماما دکترا از افغانستان بیرون شدن، نخبگان از افغانستان بیرون شدن. در به افغانستان کی ماند؟ کسایی که یا سنشان 50 سال و 40 سال و 60 سال است، یا هم اطفال که تازه نونهال هستند و اینا اطفال نخبه قرار بود در باینده اینا تسلیم شوند، یا هم جوانایی ماند که سطح سوادشان بسیار عالی نیست. اما جوانای در افغانستان ماند، اساتید در افغانستان ماندن که نخبه هستن و اونا امکانات بیرو برآمدن از افغانستان را نداشتن که جان اونا هم در خطر است. اما در رابطه با آینده افغانستان، اگر افغانستان چنین دوام پیدا بکنه، ما شاهد یک بحران بشری قرار داریم. سبا روز ما نه یک دکتر زن در افغانستان خود داشتیم، نه معلم زن در افغانستان خود داشتیم و نه یک قابله زن در افغانستان خود داشتیم. و او وقت است که هم طالب مقصر است، هم دولت های صاحب صلاحیت مقصر است به این وحشت
و هم آکیمین مزدور و آکیمین خائنه که در دوران جمهوریت بود اونا همیشان مقصر است. و در این بحران ما شاهد تلفات خیلی از نخبگان در افغانستان خواهیم بود.